سلام، وقت همگی بخیر. امروز با هم میخوایم نحوه رگلاژ کردن ترمز دستی توی خودروهای کویک تیبا 1، تیبا 2 و خودروهای پراید رو یاد بگیریم. اگه چنل من رو نداری همین الان سابسکرایبش کن و لایک این ویدیو یادت نره. اما ادامه ای ویدیو. توی حالا اون کابین ماشین هست، شما بیاید جای ترمز دستی مشخصه اینجاست و ترمز دستی ماشینت حتما خیلی بالا میگیره و منظورم از این که بالا میگیره این هست که شما این صدا رو گوش بدید و همچنان تق و تق و تق صدا میده. اگر بیشتر از 4 تا صدا بده یعنی زیاد ترمزهای عقب گیرایی درستی نداره. حالا فرق نمیکنه خودرو نو باشه یا کار کرده. شما میای و توی این قسمت، این قسمت درپوش حالا زیری ترمز دستی هست، اینو میکشی بالا و کلا این قسمت میاد جلو و میتونی اصلا درش بیاری، ولی خب ما همینجا میذاریم باشه. توی قسمت پایینی که شما دقیق بیای نگاه بکنی، اینجا یه دونه پیچ داریم، یه دونه پیچ مهره داریم توی این قسمت. این مهره رو شما باید رو به پایین سفتش بکنی و مهرش هم 10 است، با 14 نمیشه. فقط باید با بوکس بلند 10 این رو یه مقداری بچرخونید تا بره پایین و سفت بشه. اون موقع ترمز دستی زمانی که شما میای رگلاژش کنی باید پایین باشه تا فشار روی سیم ترمز نیاد. خب از اینا که تموم شدید، زمانی که کلا یه مقدار این پیچ مهره رو یا این مهره 10 رو سفت کردید، آروم آروم ترمز دستی رو از همین زیر بالا کنید، ببینید چند تا تق صدا میده. توی خودروهای نو باید 4 تا رو بده و طبیعیه، ولی تو خودروهای کار کرده روی سومی رگلاژ بشه بهتره. ببینید، خب این تق تقی که شد از 4 تا گذشت و این زیاد رگلاژ نیست، باید بیاریمش هنوز پایین تر تا رگلاژ بشه. نحوه تستش هم که شما تست بکنی که زمانی چرخای عقب گیر نباشه، دنده رو میذاری توی 1 و آروم آروم کلاچ رو ول میکنی، ترمز دستی پایین باشه، یه جای صاف هم باشید اوکی. آروم آروم که کلاچ رو ول کردید شما متوجه میشید که ماشین از عقب گیره یا نه. اگر ماشین از عقب گیر بود، پله پله این پیچ مهره رو یا اون مهره رو یه مقداری شلترش میکنید تا جایی که درگیری کمی داشته باشه و نگاه کنید که از 4 تا نهایتش از 5 تا دیگه رد نشه. توی خودروهای پراید و تیبا و اینا زمانی که شما ترمز میگیرید ماشین کله میکنه رو به جلو و ترمزهای عقب زیاد نمیگیره. باید این ترمز دستی رگلاژ بشه تا راحت تر بتونیم ما عمل ترمزگیری رو انجام بدیم. بعد از اینکه کارمون کلا تموم شد، این قسمت روکشش رو برمیگردونیم سر جاش. همون جوری که هست میکشیمش عقب و دقت کنید که قبل از اینکه همش رو بیارید عقب، این قسمت کشه سرش رو باید بندازین توی این قسمت که درگیر نباشه زیاد. خب بعد اینکه اینجوری گذاشتیمش سر جاش، این قسمت زیریش رو اول جا میزنیم از اون پایین، از اینجا راحت زیر دست مشخص میشه و از این بالا هم یه مقدار فشار میدیم رو به جلو و پایین فشار میدیم، کلن روکشش جا میره و اوکی هستش و ترمز دستی ماشین رگلاژ شد. مرسی بابت نگاهتون. لایک این ویدیو یادت نره. موفق و پیروز باشید.